ساخت منقار برای عقاب، پسته مصنوعی برای لاک پشت، ساخت دم برای دلفین، منقار برای پرنده توکان، ساخت آرواره برای لاک پشت و چند مورد دیگر را خواهید دید که به لطف فناوری چاب سبادی به حیوانات فرصت زندگی دوباره داده شده است. برخی از این حیوانات از جراحات وحشتناک جان سالم به در بردن و بدون راه حل و یا امکان خوردن، نوشیدن و یا قدم زدن باقی ماندن، اما به لطف فناوری چاب سبادی امکاناتی را برای آنها مهیا کردند که زندگی جدیدشان را آغاز کنند. برای تماشای این شگفتی ها تا آخر با ما همراه باشید، اما قبل از شروع مطمئن باشید که تگمه لایک را بزنید، چینل بوداپرس را سابسکرایب کنید، آیکن زنگ را فعال سازید تا بهترین ها را از دست ندهید. پرنده توکان. پرنده توکان یک منقار درازی دارد، اما منقار این پرنده در کاستاریکا توسط فرد بریده شده بود. خوشبختانه مردم دلسوز محل او را به محل توانبخشی و امداد حیوانات رساندند و امدادگران فداکار از وی پرستاری کردند و به او زندگی دوباره بخشید. این روشن بود که بدون منقار نمیتوانست زنده بماند. دکتران و انجینران در صدد شدند که منقار مصنوعی بسازد تا او دوباره به زندگی عادی برگردند. دو بخش از منقار وی از نایلون ساخته شده و توسط چاپگر سه‌بعدی تهیه شده بود. قسمت بالایی آن با اپوکسی چسبانده شده و بخش دوم آن توسط سنجاق متصل شده است. تیم تصمیم گرفتند که قسمت بزرگتری آن را با سنجاق وصل کند تا دوباره برای تمیز کردن باز شود. حالا این پرنده در باغ وحش در مرکز کاستاریکا زندگی عادیش را می‌گذراند. دلفین. یک دلفین در کانالی در نزدیکی فلوریدا پیدا شد که در حدود 2 ماه عمر داشت، اما دم وی در طور ماهی پیچیده شده بود که گردش خون در نوار دم را قطع کرده بود. تیم امداد و نجات دریایی تلاش کردند که دم او را درمان کند، اما با وجود نهایت تلاششان دم وی نجات نیافت. با آنکه او تلاش میکند تا در کنار سایر دلفین ها شنا کند، اما باید فشار می آورد و این باعث می شد که بر ستون فقرات وی فشار وارد شود. با درگ این مسئله یک تیمی از متخصصان با هم شدند و دم سیلیکونی و پلاستیکی برایش ساختند که با آن راحت تر شنا می کند. عقاب زیبا اما بدون منقار. این عقاب زیبا زمانی که 6 ساله بود توسط یک شکارچی به صورتش شلیک شده بود. منقارش کاملا از بین رفته بود. گرسنه در جنگل مانده بود و خوشبختانه کسی او را پیدا کرد و بلافاصله آن را به یک مرکز توانبخشی حیوانات حیات وحش منتقل کرد. با آنکه خیلی از متخصصان یادآوری کردند که او دیگر نمیتواند زیباییش را به دست آورد و دیگر هرگز نمیتواند شکار کند، اما دکتر جن کانتول میدانست که روشی وجود دارد تا به او کمک کند. او با تیم فناوری چاب سبادی در تماس شد و با متخصصان حیوانات حیات وحش و یک دندان پزشک در تلاش شد تا با استفاده از پالیمر نایلون یک منقار بسازد که در نهایت موفق شد و زیبایی این عقاب را دوباره برگرداند. لاک پشت دریایی. لولا لاک پشت دریایی یک دهه قبل زمان بال شناش را از دست داد که در یک توری ماهیگیری گیر مانده بود. با درک این مشکل دانشجویان پلی‌تکنیک ورچستر تلاش کردند که یک طرح جدیدی پیدا کند تا لولا و سایر لاک پشت های دریایی که آسیب می‌بینند را کمک کنند. با استفاده از تکنولوژی چاب سه‌بعدی اولین تلنگر یا بال شنای بیومتمیک هیدرودینامیکی را ساختند. این فناوری کمک کردند که لولا حالا شنا می کند و تغذیه عادی دارد و به عنوان سفیر در بین همقدارانش باقی است. این نوع لاک پشت ها در خطر انقراض است و گفته شده که در حدود فقط 1000 از جنس ماده آن باقی مانده است. فیل. این فیل زیبای آسیایی به نام موشا زمانی که تازه 7 ماه داشت پایش را روی ماین ماند و یک پایش را کاملا از دست داد. برای اینکه به او یک زندگی تازه دهد، مرکز توانبخشی حیوانات در صدد شدند که برای او پای مصنوعی درست کند. کار پروتزهای حیوانی در حال رشد است و این نهمین پای مصنوعی است. ماین در سراسر منطقه به یک خطر جدی تبدیل شده، زیرا دهه هاست که جنگ در منطقه جریان دارد.
متاسفانه حیواناتی که در دشت‌ها در حال گردش است قربانی این ماین‌ها می‌شوند. لاک‌پشت فرد. لاک‌پشت فرد در واقع یک لاک‌پشت ماده است که اکثر پوستش را در جریان آتش‌سوزی در جنگل از دست داده است. او نه تنها پوستش را از دست داده بلکه بعدش 45 روز بدون غذا زنده ماند. او خوش شانس بود که تیم امداد رسیدن، وقت گذاشتن و از او پرستاری کردن، حتی برایش یک پوسته جدید ساختن. پوسته جدید با استفاده از ذرات پلاستیک و توسط تکنولوژی چاپ سه‌بعدی تشکیل شده بود که هر قطعه آن بیشتر از 50 ساعت وقت گرفته بود تا پرنت شود. سپس تیم پوسته را جمع کرده رنگ‌آمیزی کرد تا طبیعی به نظر برسد. لاک‌پشت فرد حالا به لطف امدادگران زندگی نسبتاً خوشی دارد. لاک‌پشت بدون دندان. این لاک‌پشت دریایی به اسم کتری یا لاک‌پشت ترمیناتور یاد می‌شود. این لاک‌پشت با قایق تصادف کرده و تمام آرواره‌هایش را از دست داده بود. او خوش شانس بود و کسی او را پیدا کرد و به مرکز تحقیقاتی و توانبخشی لاک‌پشت در ترکیه آورد. آنها متوجه شدند که لاک‌پشت نمی‌تواند بدون آرواره از خود دفاع و یا شکار کند. تیمی از متخصصان با هم شدن و توانستن یک فک سه‌بعدی برای این لاک‌پشت ایجاد کند و این امکان وجود دارد که او را دوباره به حیات وحش برگرداند. شاخ کرکدن. چاپگر سه‌بعدی ممکن است داستان یک از خطرناکترین حیوانات حیات وحش مثل دایناسور را دوباره بازنویسی کند. قابل توجه است که شرکتی توانسته شاخ کرکدن را تولید کند که به دلیل ارزش دارویی و آرایشی در بازار سیاه مروج است و امیدوار است که شکارچیان کرکدن را از لیست تجارتشان خارج کنند. سال گذشته 1215 کرکدن شکار شده بود، یعنی هر 8 ساعت یک کرکدن. متخصصان حیات وحش معتقدند که اگر به این روش ادامه یابد تا 10 سال دیگر نسل کرکدن منقرض می شود. شاخ کرکدن در کشورهای آسیایی از ارزش بالایی برخوردار است. شاخ این حیوان در مراسم سنتی از آن استفاده می شود. یعنی قیمت شاخ کرکدن گرانتر از کاکائین و طلاست. به لطف تکنولوژی شاخی تولید شده است که دقیق مثل شاخ کرکدن است که بدون آزمایش لابراتواری قابل شناسایی نیست. برخی ها معتقد است که این روند ممکن است روند شکار را رشد دهد، زیرا تشخیص شاخ مشکل است و این امکان را می دهد که افراد به صورت غیر قانونی شاخ واقعی را بفروشد. ارزش یک شاخ واقعی به اندازه است که یک خانواده با فروختن فقط یک شاخ می تواند برای یک سال زندگیش را مدیریت کند. اما امید است که تولید شاخ مصنوعی می تواند از این روند جلوگیری کند. خب دوستان خوبم، کدام یکی برایتان جالب بود؟ در کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.